سلام، من میسیز ریپورترم و اینجا کانال مستر ریپورتره. امروز میخوایم از توضیح دادن حامد بهداد درباره توهین به شهریار بهتون بگیم. ممنون از اینکه امروز هم به کانال خودتون سر زدین و مثل همیشه با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنین. فراموش نکنین اگه اون زنگوله رو هم فشار بدین، روزانه در جریان برنامه‌های ما قرار میگیرین و ما رو همراهی میکنین. بهداد، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، درباره حواشی به وجود اومده پس از به اشتراک گذاشتن پست اینستاگرامی در مورد شهریار از صفحه علی شمس، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر، توضیحاتی داد. بهداد در پست اینستاگرامی در این باره نوشت: اخیراً نوشته‌ای درباره ادبیات و روز ملی شعر و شاعر به اشتراک گذاشتم. بسد حیف، بدون آنکه بدانم مطلبم که از سوی یکی از اقوام در حمایت از توهین به شهریار شاعر استناد شده، که صادقانه باید بگم خبر از سرمنشأ این اتفاق نداشتم و نمیدانستم، موضوع با اهانت به برخی از هم‌میهنان عزیز و شهریار ادیب شکل گرفته است. فقط گمان این بود که گروهی دیگر درباره شعرای مورد علاقه هم، چون حافظ و مولانا میگویند و آن روز خاص را برای آنها متناسب میدانند. نکته دیگری که در آن نوشته برایم جلوه کرد و باعث شد آن را به اشتراک بگذارم این بود که چرا به جای تاریخ مرگ بزرگان سرزمینم روز تولدشان را مناسبات فرهنگی من قرار نمی دهیم. حال در این میانه بی خبر از همه جا، در حالی که خیلی ناسزا به سویم روانه شد، از جانب دوستی تماس داشتم مبدی بر این که این مطلب را چرا به اشتراک گذاشته ای و داستان از این قرار است. خب طبیعی است که ابتدا غافلگیر شدم. یعنی چه؟ این چه کاری بود؟ یعنی من اهانت را تایید میکنم؟ یعنی منظورم شکستن دل و ذهنیت مردم است؟ آخر مگر میشود؟ داریم؟ من؟ این حرفا کدام است؟ این قومیت و تعصب ورزی ها کجا و کی کارساز بوده؟ این حرف ها باطل است. هنرمندانه نیست. دور از شأن آدمی است. من جانم برای این خاک و مردم و هرچی که باقی مانده است می رود. مولوی، فردوسی، سعدی، ایرج شهریار، حافظ خاقانی برای همه است. آذربایجان از ماست و خراسان از شما. چه تفاوت دارد؟ وجب به وجب این خاک خانه است. آخر من دل دارم کجا می تونم عزیزانم را برنجونم؟ آنچه دارم جمله از محبتی است که مردم دادند. حال آن را یک شبه به باد دهم؟ هرگز. من این زبان و قومیت و مذهب را همه در گروه عشق و صفا میبینم. پس چگونه میتوانم احساس هموطنانم را جریحه دار کنم و بر دردشان بیفزایم؟ خیر، هنوز مرا نشناختید. عشق به شما و این وطن کار مرا ساخته است. من این نقد را به هیچ نسیه نخواهم باخت. کدام ترک، کدام لور، کدام بختیار و کرد و بلوچ؟ همه یکیست. خیر، بنده هیچ وقت هیچ توهینی به هیچ کسی را تایید نخواهم کرد. حرف آخر، یکی بگویم به خاطر بسپار. همین چندی پیش که خوزستانی از بی‌آبی و تشنگی وامانده از همه جا به امان آماده بود، با خود گفتم خدایا چرا تبریزی ها حرفی نمی زنند؟ فردا خبر آمد که تبریز تعصب برادران عرب و خوزستان را می کشد. آخر من اینها را با چه برابر کنم؟ اینها را چه کنم؟ چگونه نگویم؟ خیر آقا، مرا نشناختی. بعد اگر گفته اید بیفایده است. من شما را عاشقم. حامد بهداد، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون، 26 آبان ماه سال 1356 در مشهد متولد شد. این هنرمند خوب کشورمون در خانواده هنردوست متولد شد و پدرش محمود بهداد اهل شعر و ادب بود. و نام مادرش نسرین قدمگاهیه. این بازیگر سینما متولد شده مشهده، اما مدتی رو در کرمانشاه و تهران زندگی کرده. حامد بهداد تحصیلاتش رو تا مقطع لیسانس بازیگری تئاتر در دانشگاه آزاد اسلامی تهران ادامه داده.
این بازیگر بازیگری را از سال 1379 با فیلم آخر بازی ساخته ی همایون اسدیان شروع کرده و در 19 دوره جشنواره فیلم فجر هم نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. او همچنین در فیلم آخر بازی با پوپک گلدره، علی عمرانی، مجید مشیری، فخرالدین صدیق شرف و غیره هم بازی بوده. حامد بهداد بعد از بازی در فیلم آخر بازی خیلی زود تونست به بازیگر پرکار سینمای ایران تبدیل بشه و در دهه 80 و 90 در فیلم‌های زیادی ایفای نقش کرد و در این میان هم بسیار موفق ظاهر شد. فیلم روز سوم به کارگردانی محمد حسین لطیفی در سال 1385 ساخته شد و یکی از فیلم‌های پرطرفدار سینمای ایرانه. حامد بهداد در این فیلم نقش یک افسر عراقی به نام فهد رو که در بحبوحه محاصره خرمشهر عاشق دختر خرمشهری میشه بازی میکنه و تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد رو در 11 جشن دنیای تصویر به دست میاره. فیلم کسی که از گربه های ایرانی خبر نداره به کارگردانی بهمن قبادی سال 1388 به اکران در اومد و در جشنواره های مختلف هم به نمایش گذاشته شد. این فیلم با بازی حامد بهداد در نقش اول به جشنواره کن راه پیدا کرد و یکی از فیلم‌های موفق حامد بهداد که در 62 جشنواره فیلم کن به نمایش گذاشته شد و در این میان جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد رو برای حامد بهداد در جشنواره ابوظبی برمغان آورد. فیلم جرم به کارگردانی مسعود کیمیایی در سال 89 ساخته شد و حامد بهداد یکی از نقش‌های درخشان خودش رو در این فیلم ایفا کرد. قصر شیرین هم فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمیه که سال 97 ساخته شد و حامد بهداد با بازی در این فیلم موفقیت‌های زیادی رو به دست آورد. حامد بهداد در قصر شیرین بازیگر نقش جلال بود و در جشنواره فیلم شانگهای، جشنواره فیلم آنتالیا و 13 دوره جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینما برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. حامد بهداد در طول فعالیت هنریش امکان همکاری با بسیاری از کارگردانان به نام سینما را از جمله ناصر تقوایی، عباس کیارستمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و غیره را داشته که متاسفانه برخی از این همکاری‌ها به دلایل مختلف هیچگاه به اکران نرسیدند. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً ما رو با لایک و سابسکرایب کردن همراهی کنید. همچنین برای دنبال کردن برنامه‌های بعدی ما اون زنگوله رو هم فشار بدید.